در بلاجار بزنید که مناقصه ساخت کتابخانه را جناب گندای برنده شد. یعنی چی که پیش آمده پیش میاد؟ این قشنگ معلومه که توش تقلب شده. چه شده است؟ برخیز، برخیز. جناب گرگین، خدا رو شکر اومدید. اون یارو منو بست و فرار کرد. خدا خیلی به من رحم کرد که منو نکشت. شما 10 تا کیسه سکه رو دادیم به این آقا واسه 4 تا خطی که اینجا نقاشی کرده؟ جوان گستاخ، مراقب حرف زدن خود باش. من گندای بزرگ هستم و این بودجه ای که من این کار را اجرا کردم اهالی باید شکرگزار من باشند. جواب گستاخی های شما را خواهم داد. آینده شوم در انتظار شما خواهد بود. بابا این یارو شامورتی بازه، کلا برداره، داره شلوغش میکنه که جواب پس زده. این چه طرز حرف زدنیست، بی ادب. درود. گندای آدم محترمیست. آقا محترم، تکیف این کتابخونه چی میشه الان؟ فراموش کن، بودجه برای احداث نمونده. مگه شما اینجا گنج دارید؟ آره گنج. بابا واقع بده دید. اجازه دهید روشنش کنم. ببینید، از دیرباز افسانه‌ای هست که کهنشهر روی دفینه بزرگی بنا شده است، اما این گنج‌ها را نه ما دیده ایم نه پدران ما. چی شده جناب گندای؟ من گفتم بیام خدمتتان بابت رفتار و تند و خصمانه خیش از شما عذرخواهی کنم. از این به بعد نظارت و طراحی پروژه ساختمان کتابخانه را به عهده تو می سپارم. باشد که راضی باشی. شما همه کتابا رو فروختین؟ آره. چه با پول کتابا این کتاب خونه رو بسازین؟ آره. آری و مرگ. الان چی میخواین تو این کتاب خونه بذارین؟ از چی میخواین نگهداری کنین اون تو؟ نگران نباشید اشناس جان، ما یک نسخه از اون کتاب را نگه داشتیم تا هویت کتاب خانه رو از دست ندهیم. اینم پرده نمایش بود که جناب گرگین زد پاره کرد پرده رو. آخر با این سر و صدایی که به پا شد ما گمان کردیم به شما و البته به کهنشهر حمله شده است. آره این چه حقش که تو سوار نموده ای؟ حقه چیه؟ این یه تکنیکه، بهش میگن جادوی سینما. بله جادوی بله. سینما؟ بله. اصلا ببینم این دستگاه رو شما از کجا آورده ایران؟ تا جایی که ما خاطرمان هست شما آمدنی دستتان خالی بود، حتی لباس تنتان را ما به شما دادی. سب کنید. ببینم احیانا شما به آن اتاقی که درش بسته بود دخول نبودید؟ بل بودید؟ من نادون در اون اتاقو باز کردم، دنبال یه سری خرت و پرت میگشتم این آپاراتو پیدا کردم. بچه هم حوصله‌شون سر رفته بود، گفتم بذاریم یه فیلم ببینیم. البته جسارت کردم، میخواستم فردا بیام بهتون بگم. مگر من 100 بار به شما مؤکدا تاکید نکرده بودم که اکیدا تا زمانی که در این خانه میهمان هستید دست به آنجا نزنید؟ لوازمی که در آنجاست دست من امانت است، ممکن است هر لحظه صاحبش فرار سان و ناراحت شود. آری استاد بقیه، من خیلی از حضور شما عذر میخوام. مگه شما نگفتید در این اتاق 20 سال است که بسته است؟ خب بابا اگه قرار بود کسی بیاد تو این 20 ساله اومده بود که در این اتاق واقع کرده بود. یعنی کجاست بسیر آخه؟ آری جناب بقیه، به نظر من حرفشان منطقی است. در آن اتاق به اندازه کافی بسته بوده است. حالا می توانیم اجناس آن اتاق را بیرون بیاوریم به مزایده بگذاریم. آره فکر خوبیه. من میگم که حالا که قراره تمام اجناس اون اتاق را به مزایده بذاریم، خوبیه امکانی را فراهم کنیم همه اهالی کهن
شهر میتونن از آپارات استفاده کنن ها؟ آفرین، باریکل عالی گفتی، چی از این بهتر واقعا؟ خب با نمایش فیلم ها ما میتونیم بلیت فروشی هم بکنیم، یه بخشی از سود این بلیت فروشی رو هم اختصاص بدیم به صندوق اعتبارات شهرتون، بعدش هم ترش اگه هرچی موند خانواده مستنسخی یه چیزی بهشون برسه. آره. ما تا نمیدانیم این دستگاه چگونه کار میکند، قرقر میکند، چه میکند. نه اونش اصلا مهم نیست، تا یکی از اهالی کهنشهر بخواد را بیفته و این دستگاه رو را بندازه، فعلا من از نازگل خواهش میکنم که مسئول این قضیه باشه. بله. چی بله؟ چی میگی داداش؟ من اصلا بلد نیستم. نه من یادت میدم اون راحته. یاد میگیری، یاد میگیری. باش. بسیار خوب. فقط مرا در جریان پیشرفت کارتان قرار بدید. چشم. حتما. جناب حکیم، فردا که روز انتخاب برترین تولید کننده است، وقت خوبی است برای معرفی سینما. داری. ببخشید جناب عطار، شما واقعا مراسم تولید کننده برتر دارین؟ آره. واقعا؟ آره معرفی من ما این. ببینم چی به شما گفت با کفش گردو؟ این گفت من؟ بریم اینو ببینم همه تو کجا داری میری؟ آری امو شما چرا؟ تو کجا داری میری؟ بیا چه ببینم بفرمایی خونه هاتون بادرد دیگه بگه از خونه من نمی آینا واقعاً برای من جالب است ببینیم این سینمای شما چیست. به زودی افتتاح میشه میفهمید. چه میکنن؟ داداش اینا رو دست به دست بده بره تا تر. آتش تو خون! آتش خاری! جناب عطار، واقعاً باورم نمیشه. باورم نمیشه که شما تو کهنشهر مراسم سالانه تقدیر از تولید کننده برتر دارید. این عالیه، این یعنی حمایت از تولید کننده، این یعنی دلگرمی برای تولید کننده. درود بر شما. درود جناب عطار. درود. دمت گرم. عشق میکنم وقتی میبینمت. اجازه بده برم ببوسمت. میخوام عطار رو در آغوش بکشم ببین چه هنرمندی. آره چی الان دلت میکنم میری یه داستانی پیش میاد حیثیتمونو میبری از همینجا براش بوس بفرست. عطار هم آغوشم بکشم میرم از جشن لذت ببرم. جارچین بود بسیار عالی. آرام باشید، به هوش باشید، گوش باشید، تولید چقدر مهم است. چاقی از عوامل مؤثر بیماری مفاصل و بیماری قلبی است و باعث مرگ و میر می شود. و اینک جناب عطار. بفرمایید. آمدم. سپاسگزارم. از میان 10 تولید کننده برتر که امسال نامزد دریافت نشان برتر تولید کننده شدن، عبارتند از جناب بقیه برای تولید آبلیموی ارگانیک، جناب خاشی برای تولید بز، جناب کلولیوه برای تولید کمپوت حیوانی، و اما برنده برتر بر اساس رأی نهایی جناب گندای بزرگ. گندای یعنی چی؟
جناب حکیم، این آقا که اصلا اسم جز اون سه نفر نبود. نباشد، اتفاقا این جزء بخش غافلگیر کننده یه ماجراست که هر سال هم تکرار می شود. خیلی هم لذت بخش است. من نمیفهمم، یعنی جایزه رو هر سال میدیم به این؟ این؟ مؤدب باش، این یعنی چی؟ این به درخت میگوید جناب گندای. خیلی خوب، ببخشین، این جناب گندای اصلا چی تولید میکنه؟ یعنی چی تولید میکنه؟ یا بالا ببینم. آقای عطار ببخشید. سپاس. شما واقعا تولید کننده این؟ ما که تو این چند وقته جز کالابرداری و زیر رو کشی هیچی از این مرد ندیدیم. آرام باشید، جوان است و خام مزاح میکند. اشناس گیر نده؟ اتفاقا گیر میدم تا بفهمم قضیه چیه. دیگر داری خونم را به جوش میآوری. بترس، بترس از خشم من. آره بترس. آی ترسیدم. ترسید. خشمتو نشون بده ببینم چیکار میخوای بکنی. پس میخواهی با من در بیفتی ها؟ حشد باشد، اگر جرأت داری یک قدم پیش بیا. نرو. بیا اینم یک قدم. حال یک قدم به چپ برو. نرو نرو. اینم یک قدم. چیکار میخوای بکنی؟ چه کار میخوام بکنم؟ خوب به چشمایم نگاه کن. نگاه نکن در چشمم. نگران نباش، الان بهبود پیدا میکنی. کمک کنم. گره خورده است جناب حکیم، حال داداشم خوب میشه؟ آری این شارژ کننده های نیروهای اهریمنی را که نصب کنیم حالش خوب میشود. آری اصلا اون دستگاه چیه؟ شما داری چی کار میکنی؟ امانت رو از بین نبریش. این دستگاه را من از یک تاجر بی بخارایی خریدم آری، اما هنوز این سی دی نصبش و دفترچه راهنما به دستم نرسیده. این بار اگر کسی رفت سمت بی بخارا بگویید بیاورد. خب آره البته هنوز خودم دارم سعی میکنم به صورت تجربی رموز استفاده از این دستگاه را پیدا کنم. تجربی به هر حال نخورده ایم نان گندم، اما دیده ایم دست مردم. حکیم جان. بله. منو نگاه کن عزیزم، بلدی روشنش کن یا نه؟ گفتم بلدم، اما نه دیگر در آن حد. حالا با آزمون و خطا سعی میکنم راهش بیاندازم. بسیار خوب، دور بیمار را خلوت کنین، میخواهم نمونه ای از کبدش بردارم. جان کبد. کبد؟ دوباره شروع کردی زن شیرین عقل؟ آخه نمونه ی کبد این بدبخت به چه کار تو بیاید؟ بگذار بردارم، شاید بعدم به دردمون خورد. به چه دردی؟ سرم میخورم. تحقیقات چشاشو باز میکنه. ها ملاحظه کردی؟ داداش پسرم مرداد. من کجا؟ شما در حکیم خانه هستید. چقدر گفتم سر به سر این جناب گندهای نگذارید. یه جایزه کوفتی بود میدادیم میرفت مثل هر سال. این همه ماجرا و حرفم پیش نمی آمد. اون جناب گندهای باید بدونه با چه کسی طرفه. آرامه؟ آرامم نمیگیرم. اون هنوز منو نشناخته. خط قرمز من فقط اینان، این خانواده منو بس. آفرین عمو، آفرین. اصلا فکر نمیکردم شما غیرتی بشی. خیلی خوب تو هم. تو چه سر ما داد میزنی؟ خیلی اداد میشه، برو با جناب گنداش صحبت کن، تکلیف ما رو روشن کن. پس چی که میرم؟ همین الان میرم تکلیفشو میذارم کف دست اون حقه باز تا دیگه بفهمه با کی طرفه. تا نیم ساعت دیگه ورش میدارم میارم اینجا تو این جمع عذرخواهی کنه از این مرتاد عزیزم. حالا میبینی. بروید. دبورو برو. میری یا بگم کبدتو در بیارن؟ دبورو دیگه. عمه خب دیگه. آقای عطار جانم، آقا خواهش میکنم یه هیئت انتخاب کنین، بگردن تولید کننده برتر رو با دقت انتخاب کنن. بابا ما دیگر حوصله دردسر جدید نداریم. آره. از نظر ما همون جناب گندای مثل هر سال تولید کننده برتر است. تمام تمام بله. حکیم جان، آقای عطار اجازه بدین این اتفاق بیفته. خواهش میکنم، من هرچی میگم به نفع خودتونه، به نفع شهرتونه.
اینجوری تولید کننده هاتون انگیزه پیدا میکنن، محصولاتتون بهتر میشه. همه شما بگو اصرار نکن دیگه، نمیخوان دیگه. من میدونم ته این ماجرا به کجا میرسد. بسیار خوب، این لیست تولید کنندگان بلاد ما، شما به صورت سوری و کلن میدانی تحقیق کنید. در پایان تحقیقات به حرف من میرسید. ماری ممنون امه جان. بله نازگل. بله یه کارا این لیست شما باید زحمتشو بکشین. این را نمیدارم به کجای بیمار نصب میشود. این شناسنامه اش را خواهم گرفت. آب لیموی من بسازم خوشمزه خوشتم ترا، بیا ببین چه آب لیموهایی. آری آری سلام جناب بقیه. درود درود. مگه شما تو کار املاک و خرید و فروش ملک نیستین؟ آب لیمو سازی شغل آب و اجدادی ماست. ما نصف روز را آب لیمو میسازیم، نصف روز را در کار ملک و املاک هستیم. ولی چون ملک و املاک کمی شل کرده و کساد شده است، ما دیگر تمام وقت آب لیمو میسازیم. آری درود. سلام. درود درود. خوش آمدین. میگویم بانو جان، گرچه قرار نیست که در رقابت تولید کننده برتر شرکت بنماییم، اما دلیل نمی شود که از آب لیموهای خوشمزه ما نچشید و بروید. حالی بچشیده بروید بهتر است. نوشه جان. بفرمایید. دست شما درد نکنه. ببینم خوبه؟ خیلی خوشمزه است، ترش و تازه است. او بس دختر دل درد میگیره ها. ببینم خیلی خوبه، خیلی ترشه. همین رضایت شما هزاران بار از عنوان تولید کننده برتر برای ما پر اهمیت تر از آن. میگم امکانش هست که روند تولید آب لیمو را نزدیک ببینیم. به روی چشم، همین الان برای شما توضیح خواهم داد. بفرمایید. ابتدا داخل دیگ شده و این کاه ها را می‌ریزیم داخل این دیگ. بریز صبیه بانو. در این مرحله دوباره آب اضافه می‌نماییم. آب را بیاورید. آب بیاور. برای رنگ و لعاب بیشتر آب لیمو، کمی رنگ خوشمزه قناری هم به آب اضافه بنموده ایم. آری ببخشین آقای بقیه، الان دارین چی کار میکنی؟ دارم ترومپت میزنم. چه کار میکنم؟ دارم آب لیمو درست مینمایم دیگر. با کاه و رنگ و آشغال آب لیمو درست میکنی؟ فرمایید. امری بود؟ راستش ما برای انتخاب تولید کننده برتر اومدیم. آن جایزه که متعلق بود به جناب گنداگ و تا آنجا که من خبر دارم تقدیمش شده است. نه نه، این یه جایزه دیگه است. میگم ببخشید، شما اینجا چجوری بوزاتون رو تولید میکنین؟ چیکار میکنی؟ الان عرض میکنم. حقیقتش ما تولیدی نداریم. اینجا بوزها رو ریپک مینماییم. چیکار میکنین؟ ریپک مینماییم.
ببینید ما بزها رو مستقیم از چین و ماچین وارد میکنیم، بسته‌بندی آنها را تغییر داده، آرم نماینده خود را روی آن میزنیم، در بازار میفروشیم. ببخشید، یعنی شما هیچ چیزو تولید نمیکنی؟ چرا؟ بخشی از پشمش تولید خودمان است. پشم؟ آری. مگه پشم تولید میشه؟ آری تولید میشود، اینهاش خودمان تولید کرده ایم. البته کارتونش هم هست، خود کارتونش را از بیبخارا وارد می نماییم. لیبلش که نام کهنشر بر روی آن حک می شود از قمرسن، مهرش از ارزنرون و چسب بسته‌بندیش از بورسیپا. پس شما چی کار میکنی؟ ما فقط میزنی. چی میزنی؟ بهرش رو. کمک! وحشی شدی؟ صفی؟ باز چه کار کردی که خود را به دیوانگی زده ای؟ به راستی صورت کدام قصیده ای؟ گرگین جان؟ گرگین جان؟ بادبانها را بکشید، بادبانها را بکشید. خیسی میبینم، نگاه کن. خیسی؟ همه میگویند خشکی، تو خیسی میبینی؟ تا به کسی سرمه نزدم، یوغ به دستانم ببندید، مرا از این همه تشویش برهانید، برهانید. و محبس بیاندازمت با کمال میل. کلید را چه کردم؟ کلید را در خانه گذاشتم. این کلید من دوستم، مرا ببر حبس. جان کلید من دست تو چه میکنم؟ دست کردم تو جیب دوستیدمش. من دوستم، مرا ببر حبس. مطلع نکن، مرا ببر حبس. آفرین، اعتراف کردی. ما امروز حال ما خوبه، چون اعتراف کردی تو را میبخشم. برو به کارت. بی خود کردی، غلط کردی. من دوستم، من به جرم سرقت حبس ببر. مرا به جرم سرقت ببر زندان، ببر. مطلع نکن. نمیبرم. خوب چون بخشیم. مرا زدی، مرا زدی. آری زدم. میزنم. میزنی؟ اونورم میزنم. آری میزنم. از محبس تا حالت جواب گرگت میگو. ببر. چه شد از جناب گرگی؟ بانو شما به کار خیش بپردازید، من اینا ببرم محبس. بروی ببینم، بروی. الان بای دیگه این چرا اینجوری شده؟ کلن مشرق مغربش ریخته به هم، مدام برای خودش مهمل میبافد. این مرا هم روانی کرده بانو، ملاحظه میفرمایی؟ ای ملعون، تو را به سلابت میکشم. برو و روحش را از حلقومش بیرون بکش. نه مرا نکشی. امه وای خاک به سرم، پاک بیبخته شده. خارهای قربت شماره 337 با صدای گرشا. دل من رفته دیگه. تا حالا سابقه نداشته اینطوریشه. عمه من دارم ازش میترسم. بیارینش بیرون، میبریمش خونه، ازش مراقبت میکنیم تا خوب شه. نه 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 نه، من خونه بیا نیستم. برید، برید دست از سر من بردارید. گندای بزرگ جلالی جناب، عالی جناب گندای داره میاد. به اون نگویید چیزی را بگذارید. بیایید منو بیایید منو بیکشید منو بیکشید. برید دست از سرم بردارید، اینجا نمارید. بروید دست از سرم بردارید، بگذارید من اینجا بمیرم. بروید، گندای اومد جناب گندای. خواهی بوده چی کار کنم؟ نگران نباشید، تمام شد. عمه خودتو ناراحت نکن دیگه. تمام شد. سبکون تمام شد. آرام. اون از بابا، دینم از عمود. وای به روزگارتون، اگه گرشا مثل روز اولش نشه. وا عمه یه جوری میگی انگار از روز اول عمو چقدر آدم سالم و درستکاری بوده. والا من از روزی که یادم عمو همش غیبش میزد. خجالت بکش دختر، این چه طرز حرف زدن راجع به عموته؟ یه بیدم کشونم و کندی. بیادب. عمه حاله میگم پاشیم بریم دم اوجه عطار باش حرف بزنیم، نرمش کنیم، شاید بره وساطت کنه، عمو رو آزاد کنه. باشه پاشیم بریم. البته جناب عطار این ساعت معمولا در منزل هستن، کمک مادر میکنن. پس بریم دم خوب. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. بدین به من. دست شما درد نکنه.
پاکبان خانوم، من این فرشا رو گذاشتم تو همین انباریه که گفتین. فقط یه سوال، این 14 15 تا تخته رو چند وقته بافتین؟ از صبح تا به حال. با اگر این بچه نق نمیزد و وقت مرا نمیگرفت به خاطر مسواک زدنش، دو تاقه دیگر هم میبافتم. هیچی دیگه. وای کارخونه فرش بافی هم انقدر تونتون نمیبافه. من سوالی دارم، شما این فرشاتون رو چیکار میکنی؟ اینها مصرف داخلی دارن، به طور قسطی میفروشیم به اهالی، میاندازن زیر پایشان، جوری هم میبافیم که دعایشان پشت سرمان باشه. خدا خیرتون بده. عمه تولید کننده ی برتر گوهنشهر رو پیدا کردم. مهداد عمه جان، ما اومدیم اینجا برای مشکل عمود، اون وقت تو تولید کننده برتر گوهنشهر رو پیدا کردی؟ راست میگه دیگه عمه، از اون آب لیمو سازی و دامداریشون هرچی رو دیدیم افتضاح بودن. بله. تنها جایی که واقعا داره تولید میکنه هم اینجا. بله. نگران برادرت هم نباش، من با گرگین صحبت خواهم کرد، او روی حرف من حرف نمیزند، به زودی آزادش میکنند. درود. درود بامو. درود جناب عطار، خوش آمدید. سپاس. یک آب لیموی مرغوب برای مامان. بله. خب. سلام. سلام جناب عطار. سلام. سلام خانم. درود. حالا عمویتون چطور است؟ عمو که ایوونی محبسه دیگه. البته فهم کنم اینجوری برای خودشون هم بهتر باشه. عمه هم امروز رفت ملاقاتشون. میگم جناب عطار، میخواین اون آب لیمو رو نخرین؟ آب لیمو به این خوبی و خوشمزگی تولیدات کارگاه جناب بقیه و همسر گرامشان چرا نخرم؟ نوشه جان، نوشه جان. اون که صد البته، منتها این استاندارد نیست، در واقع بهداشتی هم نیست. میدونین اون هر چیزی هست به جز آب لیمو. وای آب لیمو به این خوبی، به این باکیفیتی، همه بلاد که راضین. اصلا شما چه کاره این شهرین که نظر میدهید؟ جناب عطار تقصیر شما صاحب به اینها رو میدهید. اگر به مادرتان نگفتم. شما تقیب توقی میخورد، هی به مامان نگفتم، مامان رو به رخ من میکشید. خب چه کردیم؟ راستش جناب عطار، ما یک نفر رو پیدا کردیم که ایمان دارم میتونیم به عنوان تولید کننده برتر کهنشهر معرفیش کنیم. بله. از آن لیست بلند بالا فقط یک نفر رو در این بلاد پیدا کردیم. خب ایشون خارج از اون لیست بودن. آه. قصد ما چیه؟ میخواییم توی یک مراسم، یک جشن ایشونو معرفی کنیم. جشن که خب من خوشبین نیستم، میدانید مردم به خاطر جناب گندای ممکن است در جشن شرکت نکنن. خب اگه سینما رو افتتاح کنیم، بعد به بهونه افتتاح سینما بهش جایزه رو بدیم چی؟ عالیه. عالیه. آره فکر خوبیست، فکر خوبیست. بانو به جناب بقیه بفرمایید که در یافتن مکانی برای احداث سینما به دوستان کمک بکنند. توقع دارین شویان بر علیه گندای شما را همراهی کند؟ هرگز. به نظرم شما هم نکنید، وگرنه به مادرتان میگویم. برویم، خودم نشانتان میدهم. مامان خودش میداند، او به من گفت با ایشان همکاری کنم. بروید، بروید. برویم. بریم آقا، بریم. درود، درود. میگم داداش، اتفاقا خوب دیواریه ها، کافی رنگش کنیم، هم ارتفاعش مناسبه هم فاصلش، میتونیم یه عالمه صندلی بچینیم، مردم کرور کرور بریزن تو سینما، چه شود؟ آری آره باید موافقم، جاش خوبه، فضاش خوبه. آره. فقط یه چیزی منو اینجا اذیت میکنه نازگل. چی؟ اونم حکیم خونه، مریضا، سرصدا. آره موافقم، موافقم. سرصدای این تماشاگران باعث میشود که مریض ها آسایش نداشته باشن. آره. البته بد هم نیست، همین که مردم در حال تماشای فیلم هستن، هر قسمتی که از بدنشان احتیاج داریم برای تحقیقات برمیداریم. به خاطر همین حرفتان موافق نیستم، اجازه نمیده همینجا سینما بزنید. جناب عطار، شما چرا اینقدر با تحقیقات علمی من مخالفید؟ آه مامان، تحقیقات علمی؟ شما در عمرتان یک کتاب نخونده اید، یک جدل حل نکرده اید. این حکیم بیچاره هفته یک بار یک کیسه سکه بابت آسیب هایی که به اهالی وارد میکند خسارت میدهند.
خیلی ببخشید جناب عطار، حکیم از جیب خودش پرداخت میکند، به شما چه ارتباطی؟ جیب خودش، خودم، خودت، اصلا چه فرقی میکند؟ آرام شما را درود، بادرود، بادرود. بریم، من خیلیش گذاشت. آره، در حال من جای دیگری را برای پرده سینما سراغ ندارم. درود، درود. من باید این آبلیمو را به مامان برسانم، دیر بروم با من دعوا خواهد کرد. بله بله، بفرمایید. مامان را که میشناسیم. بفرمایید. سلام برسونید. سپاس و در خدمت باشین. دوست داری. بیا عزیزم بیا. برگرد مجد آرام. درود. درود، درود. 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 میگم چیه ما هر جا میریم تو دوروبر ما میپلکی؟ بابا تو رو میفرسته جاسوسی؟ نه در واقع میخواستم خدمتتون عرض کنم که دیواری برای سینما پیدا کردم که بسیار مناسب است. اگر بخواید میتوانم نشانتان دهم. آره. برویم. بریم داداش. بریم داداش. بریم جناب اشناس. بریم دیگه داداش. بفرمایید. بیایید. خب چطوره نازگل؟ داداش خیلی خوبه. من میگم همینجا سینما رو بسازیم. دیوارش خوبه، ارتفاع عالی، پهنا عالی، ولی ولی چی؟ ولی این دیوار رو نگاه کن، کنار پرده سینما این دیوار داغون، اینا که ترکیده. این رنگ رو نگاه کن، این باید تا سقف رنگ شه. آره راست میگی داداش. خب دیوار را رنگ میکنیم، تا انتها رنگ میکنیم. رنگ نداریم که. ابتیا میکنیم. شما چه رنگی دوست؟ گلبهی خوب است. دیگه چه رنگایی دارین؟ رنگ ها که متنوع است، آبی کوبالت، سبزی در حیاتی، دیگر نسکافه‌ای، سفید، هم یخچالی هم مات. یک مقدار قیمتش متفاوت است که اون هم فدای سرتان. خیلی خوب. پس این دیوار تا بالا سفید، این دیوار ماشی تا سقف، قبلش هم یه بتونه نرم رو کل دیوار. به روی چشم ماشی، پس به روی چشم، به روی چشم. فقط بجم که خیلی کار داره. بله بجمیم دیگر. بجم دیگر. آها پس من رفتم، خدا نگهدار. آقای بچه گنده. بله بله بفرمایید. پاشو برو سه تا کارگر برده بیار، اینجوری یه هفته کاره. بچه شده اید مگر؟ کارگر چیز؟ من کارگر بیارم فردا بر من میخنده؟ این کار چند ساعت از خودم انجام میدم. آقا بتونش هم باید بکنی. بتونه؟ بتونه الان من بتونه بزنم ترک میخورد. آن را سر دل سر حوصله بتونه کاری میکنیم. اول رنگ باید به خورد دیوار برود، سپس رویه را میزن. کجایشو بزنم؟ اینجا. بعد نمیشد اینو عین آدم از اون سر دیوار شروع کنی بیای؟ حتما بعد این وسط شروع میکردی. نه دیگر مهندس جان، اول باید ستون را بزنیم، سپس دو طرف را. کجایش را بزن؟ اینجا. محوطه را چه خواهیم کرد؟ محوطه را باید تمام این علف های عرض را بزنیم که صاف کنیم اینجا را روی دیوار منزل من چه میکنید؟ این دیوار خونه شماست؟ آره. پدر من آوردمشان، میخواهند اینجا را سینما کنند، دیوار را رنگ میکنید. تو بیجا کردی وقتی وادارت کردم که تمام این دیوار را بلیسی تا تمیز شود، هم وقت خواهی فهمید. خب الان هم میفهمم، چه نیازی به لیس دادن از پدر؟ نمیفهمی؟ بیا اینجا. میایم، شما بروید منزل، من میایم. تو میگویم برخیز بیا اینجا. حال دیگر چه قریبا با من کل کل میدونی؟ آقا نزن نزن آقا این رو چرا میدونی؟ داداش اینا چرا خیلی اینجوری هست؟ بابا دیوانه است این گنده هایی. جمع کن بریم بابا، جمع کن بریم، این دیوار به درد نمیخوره. بریم یه دیوار دیگه پیدا کنیم. اصلا این مردی که دیوانه است خوب شد نشد. واقعا فکر کرده ارث باباشه. فلا درود 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 درود. شنیدم از همسرم که دنبال دیواری هستید جهت سینماتوگراف. بله. البته همسرتون خیلی هم راضی نبود شما به ما دیوار نشون بدید. ناراحت نشوید، همسرم کمی زود عصبانی می شود، چیزی در دلش نیست. البته شما هم کار خوبی نکردید در مورد آب لیموهای من صحبت کردید ها. البته نگران نباشید، من هم کاسبم و چیزی در دلم نیست.
خب برویم برای بازدید. چرا مزاحم شما شیم بابا؟ شما خودتون این همه گرفتاری آبلیموها و اینا هستی که دیگه الان چرا شما زحمت بکشید؟ مگر نمیدانید بنده به جز کار آبلیمو با حفظ سمت در کار ملک و املاک این بلاد هستم. در زمینه های خرید، فروش، رهن، اجاره، تغییر کاربری زمین های زراعی به تجاری. بنده یک فایلی دارم بسیار اوکازیون با دید ادبی. ابدی دیگه، دید ابدی. همان دیگر ادبی. بفرمایید در خدمت شما. این خوبه، بریم ببینیم. بگوش باشید، بهوش باشید. بگوش باشید، بهوش باشید. از امشب سینمای کهنشهر افتتاح می‌شود. و اما فیلم امشب کازابلانکا با شرکت هانفری بوگارت و آنگرید برگمن. به مناسبت افتتاح ورودی رایگان است. مکان پشت دیوار خانه جناب بقیه کهنشهری. همراه آوردن الاغ آزاد و بوز ممنوع است. بگوش باشید، بهوش باشید، بهوش باشید، بگوش باشید. سینما خب داداش همه چی آماده است. جایزه برترین تولید کننده ساله که بدی میتونیم فیلمو شروع کنیم. عالیه. عمه با اجازه. برو. دوستان عزیزان توجه کنید. ساکت باشید. بفرمایید. متشکرم. دوستان عزیز، کهنشهریان نازنین، از اونجایی که حمایت و تشویق تولید کننده کار بسیار پسندیده است و متاسفانه روال این اتفاق در کهنشهر دوچار اختلال شده، لذا در راستای حمایت از تولید کننده برتر و تشویق ایشون بنده تصمیم گرفتم با هزینه شخصی خودم جایزه ای رو به تولید کننده برتر کهنشهر تقدیم کنم. بنابراین پس از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدم این جایزه به کسی تعلق نمیگیرد به جز مادر جناب عطار صاحب کارگاه قالی‌بافی. به افتخارشون. مامان مبارک است. عجله نکن. خدمت شما. با تشکر از جناب اشناس که لطف فرمودن به بنده، من با اجازه همگی این جایزه را به صاحب اصلی آن میدهم، جناب گندای. گندای 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 گندای. بفرمایید. متشکرم بانو، متشکرم بانو، سپاسگزارم کهنشهریان. این چه کاری بود بانو؟ پسر جان رسم اینجا را بر هم نزن. اما این جایزه باید میرسید به دست تولید کننده برتر که تشویق بشه، دلگرم بشه. پسر جان برای حمایت از تولید کننده برتر فقط یک جایزه کافی نیست، باید برای او تسهیلات زیادی قائل شد. مثلا از مالیات معاف باشد. خیلی خوب. برای فروش و بازاریابی به او کمک شود. خیلی خوب، من اینا رو قبول دارم، ولی اگر ببین
این دو سبایی که داری اینجا زندگانی میکنی بهتر از که سرت به کار خودت گرم باشد. کارهای اینجا گاهی به نل و گاهی به میخ میگذرد. اگر میخواهی دچار درد سر نشوی ساکت باش. سپاس گذارم بانو. سپاس گذارم. بسیار خوب، حال می توانید فیلم را نمایش بدهید. بچم خیلی ناامید شده. آره طفلکی داداشم. من میرم یه سر به عمود بزنم، تو هم برو بالا اون آپاراتو این دم دستگاه رو جمع کن. اینم برش دار بیارش کن. چشمم به خیالت راحت. ایفو اگر میخواهید حقایق را درباره جناب گوندای بدانید، دو روز بعد به خرابه انتهای بلاد بیایید.